ای که می پرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست عشق یعنی مشکلی آسان کنی دردی از ای درمان کنی در میان این همه قوقا و شر عشق یعنی کاهش رنج بشر عشق یعنی گل به جای خار باش پل به جای این همه دیوار باش عشق یعنی تشنه خود نیزگر واگذاری آب را بر تشنه عشق یعنی دشت گلکاری شده در کویری چشمه جاری شده عشق یعنی ترش را شیرین کنی عشق یعنی نیش را نوشین کنی هر کجا عشق آید و ساکن شود هر چه ناممکن بود ممکن شود اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بینندگان عزیز و ارجمند سلام علیکم ان که حال همه شما خوب باشد تک تک لحظات و دقایق شما همراه با سعادت، خوشی و کامیابی و کمال افتخار و احترام برنامه مصباح الهدا را تقدیم شما می کنم که به طور زنده و مستقیم از استودیوی شبکه جهانی هادی تیوی پخش می شود و انشاءالله که بتوانیم قدمی هرچند کوچک در مسیر اعتلاع فرهنگ اسلامی برداریم خواهش میکنم با برنامه خود همراه باشید از طریق پل ارتباطی و شماره مثبت 964 780 255 40 13 همکاران بنده این شماره را به طور مداوم زیرنویس میکنند انشاءالله پیام ها مطالب خوب انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق این شماره با ما در میان بگذارید عزیزان همراه طبق وعده شب شبها استفاده می کنیم از حضور کارشناس محترم و استاد گرامی جناب حاجهای هاشمی با موضوع نشانه های ایمان در قرآن خواهش می کنم با ما همراه باشید عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد انشاءالله که در پناه خدا باشید خوشحالم که در خدمت شما هستم خواهش می کنم آغاز سخن بفرمایید السلام عليكم ورحمه عليكم الله والسلام. وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد كله لله رب العالمين وخير الصلاه والسلام على رسول الله الامين الذي بعث رحمه للعالمين ابي القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعاديهم من الآن إلى يوم الدين السلام ودرود درود خداون بر شما خوبان تسلیت ارز می حادثه مسجد قندوز را ده ها انسان به شهادت رسیدن و مجروح شدن خداوند ما را در پناه خیش به امنیت و رستگاری برساند و ما را پاسدار خون شهیدان از صدر اسلام تا به اکنون قرار بدهد انشاءالله. خدا را شاکریم و احساسی سعادتمندی داریم که باز هم فرصتی دیگری در خدمت شما خوبان هستیم خیلی ممنون و متشکرم انشاءالله به حق قرآن عظیم و شن خداوند متعال آرامش و امنیت در کشور عزیزمون افغانستان هر زودتر برقرار بفرمایید اللهم صحبت میکردیم در مورد نشانه های ایمان در قرآن و اینکه قرآن عظیم و شن یکی از مهمترین نشانه های ایمان را ارتباط با خداوند در هر سه بعد اعتقاد قلبی ارتباط زبانی و عمل با جواره و اعضای بدن می داند. و اما در مورد ارتباط زبانی فرمودید یکی از بهترین و کاملترین مصادیق او دعا کردن هست آیاتی در قرآن عظیم و شن هست که اشاره می کند و تشویق و ترغیب می کند همه مؤمنان را به دعا کردن که می خواهیم از زبان شما بشنویم این آیات را بعد برنامه امشب بله بسم الله الرحمن الرحیم چنون که اشاره فرمودن یکی از صفات دینداران و نشانه های ایمان اون گونه ای که قرآن کریم بیان می کند آن است که یک انسان مؤمن پیوسته و هماره در مسیر زندگی با خدای خیش و خالق خیش که او را آفریدگار خود می شناسد رحیم و رحمان می شناسد مجیب و دعوات می شناسد و همکاره هستی او را می شناسد متکی و مبتنی بر این شناخت در لحظه لحظه زندگی خیش با او در ارتباط است این ارتباط انسان با خدا در قرآن کریم تحت دو عنوان آمده است یکی عنوان دعا و یکی عنوان ذکر بس. ذکر خداوند و دعا بخش از آیات قرآن کریم به تشویق و ترغیب اهل ایمان به دعا پرداخته است و اون را نشانه ایمان و نشانه خداباوری دانسته است و بخش دیگر هم نمونه های از دعاها را بیان کرده است برای ما تا آموزشی برای ما داده باشد ما در بخش اول مطالبی را عرض کردیم آیات در این عرصه متعدد و فراوان است اون آیاتی را که نکاتی بیشتر و روشنتری برای ما دارد و برای ما فهم آن آسانتر و سهلتر است به عنوان نمونه در محضر شما یادآور شدیم و آیات دیگری را در بحث امشب در محضر شما عرض می کنیم یکی از آیات شریفه ای که اهمیت دعا و ارتباط با خداوند را بیان می کند سوره مبارکه فرقان آیه هفتاد و هفتم هست در این آیه شریفه در سوره مبارکه فرقان آیه هفتاد و هفتم همچنان استاد گرامی تأکید و اصطار بر این هست که قرآن از رو خانده شود تا هم از نورانیت و از برکتش انشالله برنامه ما منور گردد بی تردید این یکی از تأکیدات است که در روایات هم صورت گرفته است و خصوصیاتی است برای باز کردن قرآن و خوندن آیات از متن قران کریم بله. ما سوره ای داریم در قرآن کریم به نام سوره مبارکه فرقان که فرقان یکی از اسامی خود قرآن کریم هم هست درست. این آیه شریفه هفتاد و هفت آیه دارد آخرین آیه آن اون چیزی است که ما در بحث امشب از آن استفاده میکنیم آیه 77 ادامه آیه شست و سه هست یعنی آیه 63 تا آیه هفتاد و هفت همگی مربوط به یک موضوع است یک موضوعی پیوسته را بیان می کند در اولین آیه که آیه 63 سوره مبارکه فرقان باشد خداوند از گروهی یاد می کند که اسم آنها را عباد الرحمن می اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عباد الرحمن الذين یمشون على الارض هونا که رفتارهای مؤمنان رو بیان میکند ما در بخش رفتارهای انسان مؤمن در جامعه با دیگران این خصوصیات رو استفاده خواهیم کرد از این آیت شریفه می فرماید عباد الرحمن این صفات رو دارند و این صفات رو دارند تا می رسد به این که در آخر آیات خداوند به رسول گرامی خیش دستوری میدهد در پایان این آیاتی که نشانه های عباد الرحمن و بندگانی خدای رحمان را بیان می کند می فرماید قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم بگو ای پیامبر به این مؤمنان و به همه کسانی که سخن تو را میشنوند و سخن قرآن را بگوین یعنی سخن را ما یعبعو او بکم ربی لولا دعا خداوند پروردگار من پیغمبر پر ربی پروردگار من پیغمبر یعنی اون خدایی که من به شما معرفی کردم معلوم می شود نه. که روی سخن با مؤمنان هست نه. چون پیغمبر اون خدایی را که ادعا کرده بود با کسانی که با او ایمان آورده بودند معرفی کرده بود قل ما یعبعو بکم ربی اون پروردگار من که پروردگار من دو تا معنا داره یکی اون پروردگاری که خالق من است یکی اون پروردگاری را که من در برابر خدایانی که شما ادعا میکنید معرفی میکنم چون جامعه جاهلی زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم خدایانی داشتن میگفتن اون خدایی که من دارم یکی از خصوصیاتش این است که تا صدا نزنید به شما توجه نمی کند باید بخوانید و بطلبید. قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاکم اگر دعا و خواسته شما نباشد خداوند به شما توجه نمی کند و به شما چیزی نمیدهد. و توجه اینجا کلمه یعبا و یعنی توجه نمی کند به شما و اعتنا نمی کند به شما ما در این زمینه ممکن است یک مطلبی در ذهن ما بیاید که خب خداوند نعمت هایی بسیاری را و آتاکم من کل ما سألتموه در آیه از قرآن دارد که اه و این تعد و آتاکم من کل ما سألتموه و این تعد نعمت الله لا تحصوها بلد. این کلمه لا تعد نعمت الله لا تحصوها ببخش در دو سوره قرآن و در دو آیه از قرآن آمده بلد. است یکی از اونجا از اون موارد همین مورد است که و من کل ما سألتموه بلد. در این آیه شریفه دو تا خصوصیت وجود دارد که نتیجه میدهد به موضوع بحث ما اینو نرز بکنم بعد مطلب شما را فرمایش شما رو گوش میکنیم یکی اولین است که هر چیزی را که مورد نیاز شما بوده است به شما داده است و هر چیز را که مورد سوال شما بوده است هر چی را که سوال کرده اید خدا به شما داده است سوال دو نوع است یکی سوال تکوینی است و یکی سوال تشریعی یا به تعبیری دیگر سوالی است که من خودم اون رو سوال می کنم سوال در اینجا من احتیاج به نیاز هست ما سوال رو و سائل رو در یک برنامه کرده. توضیح دادیم خداوند در اون آیه شریفه میفرماید ما هر را که شما نیاز داشته اید به شما عنایت کردیم اما با این تفاوت که یک سلسله نیازهای تکوینی است انسان در این عالم یک سلسله نیازهای تکوینی دارد مثلا کودکی که زاده می شود نیازی به شیر مادر دارد برای بقا خداوند این رو بی خواسته چون بقای بشر و حیات بشر این رو نیاز داشته است خداوند برای کودک شیر مادر رو تعبیه کرده است چون معده او و دستگاه گوارش او با غذای دیگری سازگار نبوده است ده ده. حیات انسان به خورشید نیاز دارد به آب نیاز دارد به خاک نیاز دارد به اکسیژن نیاز دارد به هر چیزی که وجود بشر تکوینا نیاز دارد خداوند این نیاز تکوینی را این عتشی که برای انسان پدید می آید، یعنی حاکی از یک نیاز است بله. که به وجود می آید حاکی از یک نیاز هست زمانی که انسان بزرگ می شود بالغ می شود به یک شریک جنسی نیاز پیدا می کند این یک نیاز است تمام این نیازها را خداوند پیش و پیش برآورده کرده است نیازهای تکوینی را های تکوینی را گدایه های تکوینی را خداوند عطا کرده است به انسان یعنی اون چرا که نیاز دارد و اما اون چرا که به عنوان چیزهایی که تکوین انسان نمیخواهد بلکه خود انسان باید به آن را این هم منوط است و مشروط است به سوال کردن و لذا کلمه سوالی در اینجا هر دو بود رو شامل می شود و آتا من کل ما سألتموه هر چرا که شما سوال کردید چی با زبان تکوین و با زبان نیاز تکوینی که جزی نیازهای اولیه انسان رو بعضی محققین چی در قرآن کریم و چی در اندیشه دینی و چه در خارج از اندیشه دینی اونهایی که روانشناس هستن و جامعه شناس هستن اصول نیازهای انسانی رو برشمردن که چی چیزهایی هست حالا خوراک باشد پوشاک باشد مسکن باشد هر چیزی دیگری خداوند میفرماید هر را که در تکوین شما نیاز پیدا کرده اید ما اون رو به شما داده ایم و در تشریح هم عطا کردن ما بستگی به این دارد که شما سوال بکنید و بخواهید ناخواسته به کسی داده نمی شود حتی اونهای قبلا هم که داده شده است خواسته شده است از خداوند چی چیزی خواسته است خود همین عتشی که در وجود انسان است آب خواسته از خداوند و خداوند این رو برآورده کرده است و هیچ نیازی در وجود انسان نهاده نشده است مگر این که خداوند پاسخ مثبتی آن را به طریق تکوین در, در عالم کن و در عالم هستی فراهم کرده است بله. و به همین دلیل است که یکی از دلایل وجود معاد هم همین است وجود رستاخیز و دگر بار زنده شدن و زنده شدن ابدی هم از همین طریق سلال می شود که اسمش هست برهان فطرت انسان نیاز به جاویدانگی دارد و حتی حضرت ابو البشر حضرت آدم اللہ نبی و علیه و علیه السلام هم که مبتلا شد به گندم خوردن به دلیل این بود که گفت اگر تو گندم رو بخوری جاویدانه, جاویدانه خواهی شد و به این عشق و به این تمایل و به این نیاز به جاویدانگی مبتلا شد به گندم خوردن و همین گونه انسان ها که از مرگ می ترسند یکی از دلایل این ترس مرگ ترسی آن است که مرگ رو نابودی فکر میکنن کنند بله. ولذا انسان چون تمایل به جاودانگی دارد پس باید این نیاز پاسخ را دریافت بکند و پاسخ مثبت را داشته باشد و پاسخ مثبت هم در این دنیا نیست بلکه بایستی دنیای دیگری, دیگری باشد, باشد. که خالدین فیها ابدا باشد در آنجا بنابراین خداوند سوال من هم در همین زمینه بود بله. چون اولین چیزی که به ذهن انسان می آید این هست که خداوند نعمت های زیادی را به تمامی مخلوقات خود عنایت کرده است بله. چه اونهایی که خدا را باور می کنند و باور دارند و می خوانند و دعا می کنند چه اونهایی که حتی در کل دوره زندگی خود شاید خدا را اصلا یاد هم نکنند بله. باز هم خداوند نعمت ها را می بخشد؟ و اتفاقا در دعایی که در ماه رجب توصیه شدیم که بخوانیم یکی از صفات خداوند را اینطور بیان می کند که یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه بله ای باله. خدایی که هر کس چیزی درخواست کند به او عنایت میکنی و ای خدایی که عنایت هایی داری به کسانی که نه از تو درخواستی میکنن و نه حتی تو رو میشناسن بله که خب شما به زیبایی توضیح دادید که منظور از اون نعمت هایی که خداوند به همگان عنایت میکند نعمت های مادی هست که بالاخره برای زندگی و حیات مادی انسان نیاز دارد و خداوند بله. هم بخشنده تر از این هست که این نعمت ها را عنایت نکند و اما اون نعمت های ویژه و خاصی اگر انسان میخواهد با خداوند در ارتباط باشد که اشاره کردید به نعمت های تشریعی یا نعمت هایی که خود انسان باید از خدا بخواهد بله،, بله، فقط و فقط به وسیله درخواست و دعا کردن و رفتن به درگاه خداوند برای انسان مهیا می شود بله خب من به تایید این فرمای شما برای این که سادت فهمتر شود مطلب شعری است که می گوید هر گیاه که از زمین روید وحده لا له گوید. گوید بعضی گمان میکنن که خب اگر دعا تأثیر گذار هست خب چطور می شود برای کسانی که اصلا خداشناس نیستن اینها را خداوند مشمول رحمت خود قرار میدهد ولی در این آیه می که قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم و در اون آیه می فرماید که من کل ما سالتموه خب خیلی ها سوال اصلا نمی کنن خیلی ها دعا نمی کنن معذالک خداوند به اونها توجه دارد رحمت دارد و مننت دارد پاسخ این است که ما سوال رو باید به یک گونه تصور بکنیم که شامل اون نعمت هایی شود که بدونی شناخت خداوند بدونی طلب از خداوند به وسیله طلب زبانی به وسیله وجود انسان و حیات انسان و نفسی بودن انسان چون هر گیاه چه رسد وجود انسان که وجود فاخر است هر گیاه که از زمین روید وحده لا شریک له گوید وجود انسان و لذا فطرت الله التي فطر الناس علیها وجود انسان خود خداوند نیازهای را در وجود انسان قرار داده است و پاسخ اون نیازها را نیز در متن طبیعت اجابت کرده است و نیازها را برآورده کرده است نیازی بدون برآورده شدن در عالم طبیعت و در عالم کان و در عالم هستی وجود ندارد و لذا همون گونه که حضرت عالی اشاره فرمودید نیازهایی هست که سراسری است الرحمن به عنوان خدای رحمانی نیازها را به صورت تکوین در عالم تکوین و در عالم هستی برای بشر قرار داده است از نور خورشید کافر و مؤمن می توانند استفاده کنند از آب کافر و مؤمن می توانند استفاده کنند و عجیب است که در اون جریان جنگ سفین وقتی لشکریان معاویه آب رو گرفتن و ندادن و در میان لشکر امام علیه السلام و تشنگی تزاید پیدا کرد دستور داد که شریعه رو بگیرین شریعه فرات رو که من در یک برنامه دیگر در همین تریبون عرض کردم وقتی آب به دست لشکر امیر مؤمنان علی علیه السلام, و السلام افتاد تعدادی پیشنهاد کردن که ما هم مقابله به مثل بکنیم بله. در اونجا امام علیه السلام, السلام فرمود هرگز این کار را نخواهم کرد و نباید بکنیم به خاطری که خداوند آب را برای مؤمن و برای کافر آفریده است این منطق ناشی از همین دید قرآنی است که خداوند آب را برای همه بشر کافر و مؤمن آفریده است ولذا یک انسان مؤمن حق ندارد که کافر را از این نعمتی که خدا برای همه آفریده است و محروم, محروم بکند چون خلاف حکمت و خلاف تشریح و خلاف بله. تکوین عالم است چقدر جالب است اگر ما توجه کنیم به این مسئله جناب استاد که وقتی های مادی که خداوند بدون درخواست به همه عنایت میکند اینقدر زیاد و اینقدر زیبا و اینقدر پیچیده است که واقعا عقل بشر متهیر مانده حالا تصور کنیم اون نعمت هایی را که انسان با ارتباط گرفتن با خداوند مورد عنایت او قرار می گیرد چه نعمت هایی خواهد بود و چقدر خصوصیت های والا و برتری دارد که انشالله ما اینها را از زبان شما خواهیم شنید بله. بعد از یک استراحت کوتاه و میان برنامه که انشالله بینندگان عزیز ما می بینند در یک سخن زیبا پیامبر گرامی اسلام می فرماید قنیمت بشمارید دعا کردن را در هنگامی که قلب های شما رقیق و نازک می شود چرا که این یک رحمتی است از جانب خداوند متعال میان برنامه رو ببینید بر می در خدمت شما هستیم گرچه خستم دل شکستم باز هم گشودم دری روی انتظار تا بگویمت هنوز هم با آن صدای آشنا امید بسته هم. ای تو صاحب زمان ای تو صاحب زمین دل جدا زیاد تو آشیانی خراب و بی سفاست چه باغ سینم ای گل محمدی بطر نامت آشناست آن که در پی تو نیست کیست آن که بی بحانه تو زنده است در کجاست ای کرامت وجود باد قربتی که میوزد به کوچه های بی تو بوی مرگ میدهد بوی خستگی افسردگی کوچه ها در انتظار یک نسیم روح و بخش یک پیام آشنا و دلنواز سینه را گشودند کوچه های ما همیشه عاشق تو بودند ای کبوتر دلم هوایی محبتت سینم سرشار از غم است اگر هزار کوه غم رسد هنوز هم کم است از درون سینم ناله های مرغ خستهی و گوش میرسد رسد بالهای زخمیم نیازمند مرهم است صبحگاه جمعه ها آفتاب یاد تو از نطبه های ما طلوع می کند ای بهانه برای زیستن اشتیاق همچون سبزه بهاری هر طرف دمیده است ای بهار جاودان ای بهار آفرین ما در انتظار مقدم توییم ای امید آخرین یا صاحب از زمان بسم الله الرحمن الرحیم خداوند متعال را هزاران مرتبه شکر به خاطر همه نعمت های کوچک و بزرگی که در اختیار ما انسان ها قرار داده است که اگر بخواهیم نعمت ها را بشماریم هرگز قادر به شمارش آنها نیستیم همانطور که خودش فرموده و این دو نعمت الله لا تحسوها و یکی از بزرگترین نعمت های ما این هست که در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم و شما برنامه مصباح الهدار را مشاهده میکنید که به طور زنده و مستقیم از استودیو شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم شما عزیزان می گفتگو می کردیم با جناب استاد هاشمی پیرامون صفات مؤمنین در قرآن که یکی از مهمترین اون صفات دعا کردن هست جناب استاد صحبت رسید به آیه 77 از سوره بقر، از سوره فرقان که خداوند میفرماید قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم که خداوند نعمت های به همه انسان ها عنایت کرده اما نعمت های ویژه از آن کسانی است که خدا را می خانند و دست دعا و دست نیاز به سمت بینیاز و خالق خیش دراز می نکاتی از این آیه مانده هست که از زبان شما میشنیم بله السلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم عرض شد که هیچ چیزی بدون خواستن به بشر و انسان داده نمی شود بله. اما این خواستن گاهی خواستن تکوینی است گاهی خواستن زبانی و تشریعی خداوند هر را که نیاز تکوینی در انسان هست به او عنایت کرده است ولذا اون آیه شریفه که میفرماید فرماید بالله من شیطان رجیم و آتاکم من کل ما سألتموه ناظر به هر دو نوع نیاز هست لازم است که برای این مطلب شواهد از قرآن کریم ارائه شود خداوند در سوره مبارکه بنی اسرائیل و سوره مبارکه اسراء آیه هفتاد این گونه می فرماید بالله من شیطان رجیم ولقد کرمنا بنی آدم ما بنی آدم را گرامی, داشت. گرامی داشتیم, و بزرگ داشتیم و حملناهم فی البر و البحر این نعمت نعمتی مادی است و نیاز مادی و حملناهم و اونها را ما بر مرکبی بر و بحر سوار کردیم و حملناهم اونها را بر مرکب دریایی و خشکی سوار کردیم یعنی چی بر مرکب خشکی و دریا یعنی شما مسلط هستید اون گونه که راکب بر مرکوب خودش راننده بر ماشین و بر هواپیما و بر تیاره و بر موتر خود مسلط هست شما بر زمین و با آسمان مسلط هستید اینها در واقع مرکب شماست شما راکب هستید و شما سائق هستید که این را انانش را به دست بگیرید و به هر سویی که بخواهید برانید درست و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر من خلق خلقنا تفضیلا این نعمت های اولیه نعمت های استانداردی است که برای هر انسانی که انسان باشد عنایت می شود و شده است هیچ تفاوتی بین مؤمن و بین کافر وجود ندارد همه از نعمت های عالم کون برخوردارن زیرا که بشر زمانی که آفریده می شود نیاز دارد برای تداوم حیات خیش به این امور یا در سوره مبارکه ای ملک آیه ای پنزدهم این گونه می فرماید خداوند هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوم رزقه و الیه النشور او خدایی است که زمین را رام شما زلول یعنی تسلیم شما بگو و رام شما ما یکی مرکب چموش داریم یکی مرکب زلول داریم زلول بادال که از زلیل از همین مقوله است رام و مطیع هو لذی جعل لکم الارض ذلولا فمشو فی مناکبها در برشانه های زمین بله. مشی بکنید و از رزق الهی استفاده کنید اینها مواردی است که در اختیار همه بشر است و ما بر همین اساس بر مبنای این آیات شریفه قرآن از نظر فقهی حق نداریم کسی را از طریق گرسنگی دادن مجازات و کیفر بکنیم و بکشیم جمال. یا یا اینکه کسی را از نعمتی اصل حیات که خداوند بر انسان داده است اینها اصول نعمت های انسانی است اصول نعمت های الهی که حیات رو خداوند به انسان بخشیده است این رو بدون سبب از کسی نمی شود گرفت مگر اون زمانی که کسی خود خود را در معرضی قصاص قرار بدهد یا خود را سزاوار کشتن قرار بدهد که موارد بسیار نادری است یعنی حقوق اولیه بشری حقوق اولیه بشری برای همگان ثابت است. است اینها نعمت است که خداوند برای همه داده است و شاملی و آتاک من کل ما سالتموه هست کسی حق ندارد انسان را از نور آفتاب اه. کسی حق ندارد از خوردنی ها کسی حق ندارد از پوشیدنی ها کسی حق ندارد که از نوشیدنی های مثل نوشیدنی های دریا و این امور حلال حق ندارد که ممانعت کند و بدین وسیله اونها را کیفر کند ولذا منطق کسانی که این روش رو در پیش گرفتن در مسیر زندگی حتی به نام مسلمان اینها روش اسلامی نداشتند و خلاف اسلام و آموزه های دینی و قرآنی رفتار کردند. اما در مورد نعمت های معنوی, معنوی. نعمت های معنوی رو خود انسان باید انتخاب کند بخواهد یکی از بزرگترین و نعمت ایمان است درست. این ایمان است که با عنوان نعمت بزرگ الهی برای انسان ونگهی عطا می شود که این انسان بخواهد او را و لذا برای ما آموزش می دهد خداوند که ما در نماز دعا بکنیم اهدن از المستقیم یا ایوها الذین آمنو آمنو يَا دعوت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ إن نعمتها نعمة إيمان نعمة تقوى نعمة إخلاص نعمة رستقاري همه و همه در گروی آن است که انسان بخواهد آن را وگرنه بدون خواستن قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاکم این آیه که در پایان صفات عباد الرحمن در سوره مبارکه فرقان آمده است بی جهت نیست یعنی شما عباد الرحمن شما اهل ایمانی که ایمان آورده اید خداوند نه خود ایمان را تداوم ایمان را چون سب تقدامنا بله ثبات قدم در ایمان خودش یکی از نعمت های بزرگ الهی است که انسان باید اون رو بخواهد خداوند به شما مؤمنان حتی توجه نمی کند. یعنی خواسته های شما را نمی مگر اینکه شما بخواهید به همین دلیل است که در سوره مبارکه حجرات خداوند این گونه می که ان اکرمکم عند الله اتقاکم یعنی این کرامتی که من به شما انسان داده ام به عنوان دست مایه اولی این در صورت اضافه, اضافه می شود که شما خودتون بخواهید بله. وگرنه نه بدون خواستن و بدون اختیار و انتخاب خود شما خداوند این رو مثل عطاهای تکوینی به همه کس عطا نمیکند مقامات معنوی و عروج و تقرب به سوی خداوند حتما و حتما مستلزمی خواستن است و دعا کردن و انتخاب کردن حسن و من دوست دارم یک مثالی داشته باشم در این زمینه که شاید شما بتوانید مثال اصلاح بفرمایید مثل اینکه یک شخص کریم و بزرگواری ایده زیاد از مردم را به خانه خود دعوت کند برای صرف یک غذا و یک تعامی و ایده بیاین سر سفره بنشینند غذا بخورند و به راحتی از مجلس خارج شوند خوشحالم باشند که خلاصه یک تعام و غذای به اونها رسیده است اما ادهی که هوشیارتر هستند می سر سفره غذا را نوشجان می کنند و بعد از او با این فرد کریم با این صاحب خانه با این میزبان یک گفتگوی هم می کنند ارتباطی هم میگیرند گیرند آشناییت هم پیدا می شود و از طریق این آشنایی به بسیاری از نعمتهای فراوان دیگری دست پیدا می کنند چقدر خوب است که ما هم این گونه باشیم یعنی صرف یک سری امکانات مادی به دنیا بسنده نکنیم و با ارتباط با خداوند با خواست قلبی خودمان با دعا کردن به اون نعمت های بالاتر و برتر دست پیدا کنیم بله به تبیین فرمایش شما در همون جا شما اگر این مهمانان رو گروهی در نظر بگیرید که از یک سفره بسیار رنگین و با غذاهای گوناگون و لذیذ پهن شده است همه استفاده میکنن ولی یک سلسله هدیه های بسیار گران قیمتی را در اونجا آماده کرده است و گذاشته است منتظر است که چی کسی از من طلب میکنه شما دیده ای که در بعض اعیاد و مراسم ها اهل ایمان میرفتن نزد ائمه علیهم السلام از اونها انعام طلب میکردن یا عیدی میخواستن دوست. میگفتن عیدی ما رو بدی اونهایی که میخواستن صاحب خانه بدهد و هم که نمیخواست ندهد چه بسا یک رهگذری می آید و وارد این خانه می شود و از غذا استفاده می کند خبر ندارد که این, می، این میزبان برنامه دیگری هم دارد و اون این است که بعد از پایانی غذا کادوها و هدیه های بسیار گران قیمتی را به انسان می بخشد این رهگذر خبر ندارد بله. لذا میاد استفاده می همینطوری چه دوست. بسا دزدکی رد می شود و خود را حتی نشان نمی که به صاحب سفره که من آمده هم. ولی اون کسی که میداند برنامه را یعنی میزبان را میشناسد سنتی سنت او را و آداب او را در این گونه مهمانی ها آشنایی دارد حتما اون فرد زمانی که حتی غذای لذیذ رو میخورد چشمش به سوی اون هدیه پایانی است که خداوند برای او در نظر گرفته است و لذا منتظر میماند که کی به او برسد درست. در این زمینه یک آیه هست در سوره مبارکه توبه بسیار بسیار آیه قابل توجه هست و یک آیه در سوره مبارکه اسرا من این دعایه رو اشاره میکنم فقط خداوند در سوره مبارکه بقره آیه 111 این گونه میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه خداوند میفرماید که ما بهش رو میدهیم در برابر جان و مال این مؤمنان و بهش خودش نعمتی از نعمت های الهی است بعد یقاتلون فی سبیل الله فی تا جایی که میرسد فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ذالک هو الفوز العظیم در اینجا خداوند این معامله با خدا را فوز عظیم مینامد و رستگاری بزرگ این که انسان در ارتباط با خدا باشد و با خداوند وارد داد و شود معامله که منظورم روی فوز عظیم است یعنی ده. انسان انسان ها و رستگاری هایی دارد رستگاری های کمتر پایینتر بالاتر بالاتر تا جایی که انسان جان و مال خودش را در اختیار خداوند و در مسیر خداوند قرار می دهد تا اینکه رست... تا اینکه رضایتی او را به دست بیاورد یعنی تا اینکه رضایت او را... فوز بلاتر و رستگاری از بالاتر از او فوز عظیم هست یا در سوره مبارکه اسراء برای اینکه نشون بدهیم چطور این مقامات کسب کرده نیست یعنی باید انسان انتخاب کند مثل همون جایی که کسی انتخاب میکند که جانش رو بدهد مالش رو بدهد این انتخاب کردن است تا به سعادت فوزی تا به فوز عظیم برسد فوز عظیم رو بدون این که انسان معامله کند با خداوند و وارد این داده ستت شود به کسی نمیدهد به صورتی تکوینی بلکه اختیاری است و به همین دلیل است که بعضی از خوبان و در رأس سید شهیدان امام حسین علیه السلام در روز آشورا زمانی که از مصادیق این آیه شریف است که جان و مال خودش را و هستیش را در رای خداوند میداد هر لحظه چهره درخشنده میشد چون احساس میکرد که مقام لحظه لحظه بالاتر میرود یک نکته ممکن است در ذهن بینندگان عزیز برسد در اینجا و خیلی ها هم این مطلب رو متاسفانه و سوگمندانه به گونه دیگری تبیین میکنن و اون این است که یک امام و یک پیامبر ممکن است نیازی به ترفیع مقام نداشته باشد. اه. نیازی به صعود معنوی نداشته باشد. به پله آخر رسیده است. بله. آیا این تصور درست است؟ قرآن کریم و سنت دینی و تاریخ درست اسلامی میگوید نه، چنین نیست. زیرا هر پیامبری و هر امامی در حد وجود ممکن وجود پیدا میکند. آره ائمه ما و معصومین در حد اعلای درجه کمال یک موجودی ممکن قرار دارد ولی ذات احدیت که انسان ممکن میخواهد خود را به او نزدیک بکند فاصله بین ممکن و واجب فاصله بینهایت است بینهایت بنابراین حتی ائمه معصومین و حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیاز دارد که هی به وسیله دعا هی به وسیله کسب مقامات بالاتر به خدا نزدیکتر و نزدیکتر شود ما نباید این سنها را با این بزرگواران را با دیگران مقایسه بکنیم بلی نسبت به انسان های عادی در اوجن در قله اینها ولی نسبت به ذات احدیت که بسنجیم مثال همون شعر می شود که زه احمد تا حد یک میم فرق است که اون میم امکان هست بله. جهان در زیر این یک میم غرق است خب این مطلب رو ما در سوره مبارکه بنی اسرائیل این گونه از قرآن کریم میفهمیم که میفرماید اقیم الصلاة لدلوک که شمس اله غسق اللیل و قرآن الفجر ای پیامبر نماز را بر پا بدار از وقت زوال تا تاریکی شب و در هنگام طلوع فجر این قرآن الفجر کان مشهودا این بماند که نمازهای واجب است و من اللیل فتحجد به و از شب تهجد کن بعضی از شب را و من اللیل که منی تبعیزی است و پاره از شب را تهجد بکن و بیدار باش از بابی زیادی بر اعمال واجب نافلت لک پسنداز زیاده بر اون نمازهای واجب چرا این کار را انجام بدی؟ احسا ایب یبعثک ربک مقاما محمودا این آیه شریفه بسیار بسیار واضح برای ما بیان میکند که به پیامبرش دستور میدهد که تو به از این راه میتوانی به مقام محمود برسی باید این مسیر رو طی کنی عسا ایب ربک مقاما محمودا ما نیازی به توجیه و تفسیر و تعبیل نداریم البته هست کسانی که دیدگاهایی دارن که خب من متعرض اون دیدگاه نمیشه ولی قرآن کریم به صورت واضح و روشن میفرماید که مقامات معنوی را میبایستی تلبید حتی در بالاترین مقام که اگر قرار داشته باشی که تلک الرسول و فضل نابعد هم علا بعض و رسول ختم مرتبت علاوه بر این سنهای معمولی که فضیلت دارد بماند افضل پیامبران الهی هم هست معزالک باید به سمت خدا در حال حرکت و پیمایش و پیشرفت و ترقی با. باشد یک آیه <تصفح> معروف و مشهور است به آیه سلوات ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها آمن آمنوا صلوا علیه و صلو تسلیما بله که تعبیر سلوات یعنی خداوند و فرشته ها یصلون دائم در حال سلوات فرستادن بر پیامبر هستند خب وقتی که ما توجه میکنیم به معنای سلوات خداوند چه معنی میده که خداوند سلوات بفرستد بر یک شخص یعنی اینکه گفتند رحمت خود را بر او زیاد میکنه و انگار برد. که لحظه به لحظه با هر سلواتی مقام و موقعیت پیامبر در حال رشد و بالا رفتن و ترفیع درجه هست بله یک بحث بسیار شیرینی است که ارتباط پیدا میکند به اینکه به هر میزانی که مسلمانان زیاد میشود و به همین دلیل است که گفته است من به سقط جنین شما افتخار می باید. کنم به هر پیمانه ای که بر صف مسلمانان افزوده می شود یکی از پاداش های عمل یکی از جایی که پاداش عمل این مسلمان در پرونده او نوشته می شود باید. شخص حضرت مرتبه ختم مرتبه رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم هست. با توجه خب. به اینکه پنج دقیقه پایان تا پایان رو برنامه فرصت داریم اگر مطالب رو جنبندی بفرمایید ممنون میشم. بله. و در ادامه همین آیه شریفه خداوند در آیه 80 این آیه 79 بود به پیامبرش میفرماید و قر رب بدخلنی متخل این دعاست دعایی است که به پیامبر یاد میدهد و من در بخش دعاهای قرآنی ذخیره کرده بودم ولی الان سیاقی کلام ایجاب کرد که این رو عرض بکنم من اللیل به بهی نافلت لک باید این نیاز معنوی را تو خودت بخواهی با شب داری ها تا اگر این شب زندهداری رو نداشته باشی به مقام محمود نخواهی رسید از این رهگذر گذر بیا و بعد از خداوند این گونه هم بخوا و قر رب رب ادخلنی مدخل صدق پروردگارا مرا به قدم صدق داخل و اخرجنی مخرج از صدقین و به قدم صدق خارج کن یعنی اون گونه ای که من با ایمان زاده شدم با ایمان زیستم با ایمان مرا از دنیا ببر و ثابت قدم بدار و جعلی ملدون که سلطان از پیش خودت از نزد خودت یک که مونیسی را یک کمک کاری را یک کسی که مرا حمایت کند در این مسیر وجه لی ملدون که سلطانن سلطان به مددکار راهنما کسی که مسلطی بر امور باشد اون مرا کمک کند یعنی شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اینطور احساس نیاز می کند که من در مسیر زندگی یک مددکاری ویژه از تو می طلبم و نیاز دارم مثلا حضرت موسی وقتی به طرف فرعون می رفت گفت خدایا که یک کسی را وجلی وزیرا من اهلی هارون اخی برای من قرار بده که مرا کمک کنه در مسیر رسالت در اینجا حضرت رسول ختم مرتبت از خداوند می فرماید و جلیل ملدون که سلطان نسی را کمک کند یعنی این کمک کردن علاوه بر اون که من خودم می خواهم در این مسیر تکامل معنوی و برخورداری از توجه و عنایت تو و برخورداری از مقامات و کمالات معنوی نیازمند به کسی هستم که مرا کمک کند همراه من باشد که در بعضی آیات تحت عنوان روح القدس بیان شده است و یا ویژه ویژه‌ای که مخصوصی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است و این یکی از دعاهایی است که اون حضرت داشته است و یکی از دعاهای بسیار خوب است که اهل ایمان خوب است این دعا را رب ادخلنی مدخل از و اخرجنی مدخل از و جلی ملدان که سلطان نسی را از دعای اختصاصی از از اختصاص نیست. اختصاص بله. که... بله 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 اصولا خود این یک بحث دیگر است که مطالبی را که خداوند پیغامبر میفرماید خودت خود این کار را انجام بدی این آیا مخصوصی شخص پیامبر است یا خطاب عام است برای همه به در بگو که دیوار بشنود این توریست دلست. یا جوری و گونه دیگری که فرصتی زمانی بیشتری را می طلبد پس این دوره زیبایی هست که ما بله بله. در شروع کارها در شروع کار کارها که می شویم بگوییم رب ادخل نی مدخل صدق و اخرج مخرج صدق و اجعل ملدون که سلطان النصیرا. را هنگامی که صبح بیرون می هنگامی که کار رو شروع میکنه هنگامی که شب به بستر می بخوابیم و در همه موارد این دعا یکی از دعاهای بسیار بسیار مجرب و دعاهای بسیار بسیار دلنشین و مؤثر هست انشاءالله سلام. که در کنار دعاهای دیگر که اهل ایمان دارن این دعا هم از امشب در ردیف و در لیست دعاهایشون قرار بده هم. آیه رو یک مرتبه دیگه عنوان میکنه سوره این بارکه که و هشتادیست آیه 72 و هشتادی سوره این بارکه که ای بنی اسرائیل انشاءالله که همه ما و بینندگان از این آیه و دعاهایی که در این آیه بیان شده بهرمند باشیم تشکر از شما جناب استاد و, و مطالب زیبایی که بیان کردید در باب دعا ان که خداوند به شما خیر و برکت در دنیا و آخرت عنایت کند اللهم و تشکر از همه شما بینندگان عزیز همراه با برنامه امیدوارم مجموعه مباحث که مطرح شده برای شما مفید بوده باشد و ذره دلهای ما با خداوند متعال پیوند بخورد و خداوند را بخوانیم و دعا کنیم به درگاهش فرمود که بنده کسی بود که یا الله یا الله می گفت صبح و شب کارش گفتن این عبارت بود یا الله یا الله یا الله شیطان در لباس یک شخصی ظاهر شد و او را وسوسه کرد گفت تو که ذاکر هستی و همیشه یا الله می گویی آیا تا حالا شده که خداوند یک مرتبه جواب تو را بدهد و بگوید چه می خواهی بنده ای من؟ این فرد زاکر کمی به فکر فرو رفت و تعجب کرد که واقعا همچین اتفاقی تا الان نیفتاده است با همو حالت تفکر به خانه رفت و موقعی که خوابید در خواب اینطور به او الهام شد که ای بنده ما او زمانی که تو نیت میکنی که یا الله بگویی چه کسی این نیت را در دل تو انداخته است گویا خود خداوند متعال مشتاق این هست که بنده بیاید و دعا کند و دست به دعا بردارد و خود او زمینه دعا کردن را برای ما فراهم می کند پس بیاییم به گفته امام رضا علیه السلام عمل کنیم که فرمودند دعا اسلحه مؤمن و ستون دین و نور آسمان ها و زمین هست بینندگان عزیز و محترم با تشکر از همراهی شما با برنامه مصباح الحدا خواهش میکنم همچنان بیننده این برنامه باشید در شبهای آینده امیدوارم موفق و پیروز باشید تا گفتگوی دیگر و برنامه دیگر به همراه استاد گرامی با همه شما خداحافظی میکنیم در پناه حق باشید